به نام خداوند بخشنده با مهربان با با تقلیم سلام به زیگرس های این چینل خوش آمدید رادیو آزادی ششمین روز نبرد در هلمن. طالبان میگوین بر لشکرگاه حمله نکردند. طالبان میگوین آنها قصد تصرف شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمن را نداشته و پیش از این هم نداشتند آنان میگوین بر شهر لشکرگاه حمله نکردند اما جنرال محمد یاسین والی هلمن میگوید نیروهای امنیت افغان جلو حمله طالبان به شهر لشکرگاه را گرفتند. جنگ در نزدیکی شهر لشکرگاه مرکز و تعداد از ولسوالی های هلمن پنجشنبه 24 میزان وارد ششمین روز خواهد شد جنرال محمد یاسین دیروز چهارشنبه 23 میزان در صفحه رادیو آزادی گفت شهر لشکرگاه اوگنون مسنون است حمله طالبان در مسیرهای نادعلی و نهر سراج که طالبان بر پوسته های امنیتی آن حمله کرده بودند به زده شدند به گفته او اکنون رای ولسوالی ناوا و شهر لشکرگاه هم باز بوده و با باباجی با عملیات گسترده ای اندازی شده است جنرال یاسین افزوده که طالبان با کمک تعداد از جنگجیان دشت افغان و القاعده بر شهر لشکرگاه حمله کردند آقای یاسین میگوید حمله که طالبان قصد سقوط لشکرگاه را داشتند به فضل خداوند و حمایت مردم هلمن. و همچنین دفاع قوی ارگان های امنیتی و دفاعی ما به شکست موجه شدند. طالبان در موفقت نامه صلح با آمریکا در 29 ماه فوریه در دهه قطر پذیرفتند که بر مرکز شهرهای بزرگ افغانستان حمله نمی کنند احمد الله وسیق از کمیسیون فرهنگی طالبان بر رادیو آزادی گفت سطح جنگ نسبت به گذشته در تمام افغانستان کاهش یافته و آنها به قصد تصرف شهر لشکرگاه عملیات را انجام ندادند آقای وسیق میگوید برخی مناطق بودند که دشمن در آن در خانه های مردم و مناطق زراعتی آنها پایگاه ایجاد کرده بودند به خاطر اینکه مردم به زندگی عادیشان برگردند بر آن مناطق عملیات اجرا شد و طالبان ساحات را که قبل از این با ملزوخات مختلف عقب نشینی کرده بودند دوباره تصرف نمودند اما حملات به شهر لشکرگاه صورت نگرفته است بر اساس گزارش ها نزدیک به 35000 نفر به خاطر این جنگ ها از مناطقشان به شدند مریم عطایی سخنگوی دفتر حمایت از کودکان در افغانستان برای رادیو آزادی گفت اکثریت بیجا شدند کودکان هستند او در ادامه از طرف های درگیر خواست که قوانین جنگ را رعایت کنند بانو عطایی افزود حملات نباید در نزدیکی مکاتب شفاخانه ها و جایی که به کودکان بیشتر آسیب میرسانند و همچنان مکاتبی که کودکان از رفتن آن محروم شوند و باعث وقفه در جریان آموزشان صورت بگیرد سازمان اف و الملل هم درباره غیر نظامیان در این جنگ ابراز نگرانی کرده است. عمر رئیس بخش آسیای جنوبی این سازمان در اعلامیه گفته که وضعیت در شهر لشکرگاه برای غیر نظامیان خطرناک بوده و ممکن در چند روز آینده فورا مخیم تر شود و هزاران تن در این جنگ مرگبار گیر ماندن. او گفت برای اینکه فاجعه انسانی رخ ندهد هر دو طرف جنگ باید از غیر محافظت کند و اجازه دهند که ملکی از مناطقی که جنگ دارند بیرون شوند. بریتانیا حمله طالبان بر هلمند را محکوم کرد سفارت بریتانیا در کابل ضمن محکوم کردن حمله طالبان بر ولایت هلمند میگوید این حمله مذاکرات صلح را تضعیف و چالش می کشد این سفارت خانه و 24 میزان در اعلامیه ای نگاشته است که در حملات طالبان بر هلمند شمار نگران کننده از غیر نظامیان آواره و کشته و زخمی شدند در این اعلامیه آمده است که حملات طالبان در هلمند مذاکرات صلح را تضعیف و, و چالش می سفارت بریتانیا تاکید کرده است که طرفهای درگیر باید به با صورت فوری خشونت ها را کاهش دهند و برای تامین آتشبس به خاطر مردم رنجیده افغانستان تلاش کنند پیش از این دفتر نمایندگی سازمان ملل در افغانستان یا یونوما اعلام کرد که در هفته های اخیر خشونت به طور نگران کننده افزایش یافته است یونوما پنجشنبه 24 میزان در اعلامیه نگاشته است که درگیری های این هفته در هزاران نفر را آواره کرده و به گفته این نهاد گزارش های ابتدایی نشان می دهد که غیر نظامیان و شمول زنان و کودکان کشته و زخمی شدند. این نهاد در مورد تلفات چیز نگفته است اما پیشتر اعلام کرده بود که در پی درگیری ها در هلمن 35 هزار نفر آواره شدند. حمله طالبان بر هلمن و های گسترده ای را در پی داشته است. دیروز دیوید سفیر کانادا در افغانستان به زبان فارسی در سفیر رسمی تیویترش نگشته است حملات طالبان بالای شهر لشکرگاه و مناطق دیگر کاملا غیر قابل پذیرش است او با اشاره به مذاکرات صلح نگاشته است چگونه افغان ها می توانند گفته های طالبان را در مورد صلح باور کنند در حالی که دارند سبب مرگ و اندوی افراد زیاده می شوند سفیر کانادا خطاب به طالبان افزود است با کلمات مذاکره کنید نه با خشونت همین حالا به خوشنط خاتمه دهید کپیان نمایندهویژه تهلی اروپا برای افغانستان نیز با اشاره به جنگ هلمن. سطح بلند خشونت در افغانستان را محکوم کرده و گفته است که حملات طالبان در هلمند نه تنها نکویش بلکه در برابر آن اقدام شود همچنین مقام های امریکایی حملات هلمند و تشدید خشونت را خلاف تعهدات گروه طالبان برای کاهش خشونت در جریان مذاکرات عنوان کردند جنگ در هلمند صلح در دوحه با کلمه گفتگو کنید نه با خشونت همزمان با تداوم درگیری های مرگبار در ولایت آشوب زده هلمند سفیران برخ از کشورهای خارجی خواستار پایان جنگ شده و از طالبان خواسته است که با استفاده از کلمه مذاکره کنند نه با زبان خشونت و جنگ با آنکه آمار از تلفات جنگ هلمند تاکنون منتشر نشده نمایندگی سازمان ملل در افغانستان میگوید حدود ۳۵ نفر از مناطق جنگی آواره شدهاند با تازگی دیوید سفیر کانادا در افغانستان به زبان فارسی در صفحه رسمی تویترش نگاشته است حملات و طالبان بالای شهر لشکرگاه و مناطق دیگر کاملا غیر قابل پذیرش است با او با اشاره به مذاکرات صلح نگاشته است چگونه افغانها می تواند گفته های طالبان را در مورد صلح باور کنند در حالی که دارن سبب مرگ و اندوی افراد زیاده می شوند. سفیر کانادا خطاب به طالبان افزوده است با کلمات مذاکره کنید نه با خشونت همین حالا به خشونت خاتمه دهید کپیان و برای افغانستان نیز باشاره به با جنگ هلمند سطح بلند خشونت در افغانستان را محکوم کرده و گفته است کملات طالبان در هلمند نه تنها نکویش بلکه در برابر آن اقدام می شود پیش از این اسکات میلر فرمانده نیروهای خارجی در افغانستان و کاردار سفارت ایالات متحده آمریکا در کابل نیز گفته بودند که طالبان باید فوران عملات خود را در هلمند پایان دهند و در سراسر سر کشور کشور خشونتها را کمتر کنند با گفته مقام های امریکایی تداوم خوشنط طالبان با توافق سازکار نیست و بر روند صلح جاری افغانستان آسیب میزند آوارگی 35000 نفر در هلمند دفتر سازمان ملل در کابل یا یونما میگوید حدود 35000 نفر از مناطق جنگی در هلمند آواره و به سر لشکرگاه مرکز این ولایت پناه بردن این نهاد دوشنبه 23 میزان با انتشار پیامی در صفحه دیوترش، از نیروهای افغان و طالبان خواسته است که برای محافظت از غیر نظامیان اقدامات عملی انجام دهند و همچنین برای کسانی که از مناطق جنگی فرار می کنند مسیرهای مسنون را فراهم سازند در همین حال مسئولان محلی در هلمند می گویند که آوارگان نیازمند کمک فوری هستند و گفته این اداره ماجرت نبود سرپناه نیاز جدی آورگان محسوب می شود سپاس که تا این با ما بودید تا دیگر بدرود